تا حدودی تاریخچه پیدایش کشور انگلستان رو بسیار خلاصه، کلی و مفید براتون بیان کردیم و در آخر میخواییم حقایق جالبی در مورد انگلستان یا بریتانیا کبیر براتون بگیم. کلمه بریتانیا از نام قوم سلتیک برایتون ها و کلمه انگلستان هم از سرزمین انگل ها که توی واکینگ بودن گرفته شده. انگل ها قومی بودن که به دریای شمال مهاجرت کرده و در شرق و شمال اون زندگی میکردن. ساختمان شارد لندن با ارتفاع 350 متر در سال 2012 تکمیل شد و اون رو به بلندترین ساختمان در قاره اروپا تبدیل کرد. اولین تمبر پستی در انگلستان طراحی شده و چهره ملکه ویکتوریا رو نشون میده و البته بریتانیا تنها کشوری که نام خودش رو روی تمبرهای پستیش ثبت نکرده هیچ وقت. جالبه بدونیم که زبان فرانسه از سال 1066 میلادی تا 1362 به مدت 300 سال حدوداً زبان رسمی انگلیس بود. بر اساس گزارش دفتر ملی گردشگری رومانی، پرنس چارلز یک نسل خانوادگی بعد از حاکم رومی در قرن 15 میلادیه که این فرد الهام بخش داستان و رمان دراکولا است. ظاهراً فوتبال در انگلستان زمانی آغاز شد که کارگران مزرعه انگلوساکسون ها زمینی رو پیدا می کنن که جمجمه یک جنگجوی دانمارکی در اون بود. اونا هم برای نشون دادن احساسات تلخ خودشون نسبت به دانمارکی ها و لذت بردن از خودشون شروع به لگد زدن جمجمه روی زمین می کنن. بریتانیا دارای بزرگترین رستوران هندی در جهان و لندن رستوران هندی بیشتری نسبت به شهرهای اصلی هند مانند مومبای و دهلی داره. 500 مورد در مواجهه با اروا در شمال انگلستان به ثبت رسیده. یورک، شهر شمالی و پرطرفدار انگلیس، بیشترین آمار مواجهه با این موارد است. انگلیسی‌ها روزانه به طور متوسط 16 میلیون فنجان چای می‌نوشند که بیش از 20 برابر بیشتر از متوسط مصرف آمریکایی‌هاست. در مدت کوتاهی از اوج امپراتوری بریتانیا، حدود 60% خشکی‌های جهان تحت کنترل بریتانیا بود که شامل 1/3 جمعیت انسان‌های جهان بود. جالبه بدونید که استادان دانشگاه آکسفورد تا سال 1877 اجازه ازدواج نداشتند و به زنان هم تا سال 1920 هیچ مدرکی اعطا نمی‌شد. تا سال 1832 بریتانیا تنها دو دانشگاه داشت و در واقع اولین دانشگاه‌های انگلستان بودند، آکسفورد و کمبریج. حدود 30 میلیون نفر توی آمریکا اجداد خودشون رو از بریتانیا میدونن، از جمله جورج بوش، جک دانیلز، مریلین مونرو، جان وین و و و و و. در میان کشورهای اروپایی تنها ایرلند جنوبی و فنلاند میزان حمله قلبی بالاتری از بریتانیا دارند. چرخ و فلک معروف لندن که به چشم لندن یا لندن آی معروف است، بلندترین چرخ و فلک جهان است که هر چرخ آن حدوداً 30 دقیقه طول میکشد. در انگلستان از هر 4 نفر بزرگسال 1 نفر چاق است که انگلستان دارای بالاترین میزان چاقی در اروپا است. در حال حاضر به طور قانونی ملکه انگلستان صاحب 20% از کل کره زمین است و جالبه که بدونین مالک همه نهنگ هایی که در آبهای اطراف انگلستان و همچنین حیوانات و پرنده های آزادی است که در انگلستان زندگی می کنن و اگر کسی آنها رو شکار کنه یا اذیت کنه با ملکه طرفه و با تنبیه 6 ماه زندان و حداقل 5000 پوند جریمه مواجه میشه. استونهنج که در انگلستان به جای مونده قدیمی تر از اهرام بزرگ مصر است. استونهنج که در انگلستان به جای مونده قدیمی تر از اهرام بزرگ مصر است. امپراتوری بریتانیا که یک زمانی شرق تا غرب عالم رو تحت نفوذ خودش داشته، امروز هم ششمین اقتصاد بزرگ دنیاست. کانال‌های تلویزیونی و اخباری بی بی سی به هیچ
عنوان تبلیغات نشون نمیدن. دلیلش هم این است که اونا اپراتور بخش عمومی هستن و هزینه اونا توسط مالیات شهروندان انگلستان پرداخت میشه. یک کتابخانه در انگلیس دومین کتابخانه بزرگ جهان است که بیش از 150 میلیون مورد کتاب در وجود داره. فوتبال و راگبی در انگلستان به وجود آمدند. بیشترین دمایی که در انگلیس ثبت شده دمای 38.5 درجه سانتیگراد و در 15 آگوست سال 2005 بوده. حدود 30% از ساکنان امروز لندن خارج از بریتانیا متولد شدند. جشن تاجگذاری در بریتانیا بیش از 1000 ساله که قدمت داره. تاجگذاری ملکه الیزابت دوم در سال 1953 نخستین مراسمی بود از تاجگذاری که در تلویزیون ملی پخش شد. ویلیام بری و ویلیام هیر، اهل بریتانیا، بدنامترین قاتلان جهان که آنان افراد زیادی رو توی اسکاتلند میکشتن و جنازه های آنها را به مدرسه آناتومی محلی میفروختند. جی کی رولینگ، نویسنده داستان های هری پاتر که نخستین نویسنده میلیاردر در جهان به شمار میآید، انگلیسی است که یکی از 5 میلیاردر زن جهان است. در انگلستان لهجه ها در هر 40 کیلومتر به طور قابل توجهی تغییر می کنند و در کل بریتانیا دارای 4 زبان متفاوت است. از نخستین رستوران های زنجیره ای انگلستان فیش اند چیپس یا همون ماهی و سیب زمینی سرخ کرده بود که در سال 1860 در لندن توسط یک مهاجر یهودی به نام جوزف مالین افتتاح شد. ملکه الیزابت دوم حدود 120 شهر جهان رو بدون پاسپورت بازدید کرده، اونم چون لازم نبوده ملکه هویت خودش رو ثابت کنه. هیچ مذهب رسمی در انگلستان وجود نداره و 30% مردم اعتقادی به خدا ندارند. شکسپیر حدود 3000 کلمه به زبان انگلیسی اضافه کرد و توی انگلیس تعداد بیخانمان های انسانی حدود 280,000 برابر بیخانمان های گربه است. در واقع تمام گربه ها صاحب خانه و تحت حمایت هستند.